سیر اگر گشنه بشه صداش در میاد. معرفی سریال دراکولا. مهران مدیری به دنبال موفقیت سریال هیولا، فصل دوم این سریال رو به اسم دراکولا از شبکه نمایش خانگی آماده پخش کرد و با معرفی یه سریال طنز و وقت پر کن برای آخر هفته با جوادیکو همراه باشید. سلام دوستان، به جوادیکا خوش اومدید. قبل از هر چیزی لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رم بزنید که از هیچ فیلم داغی بی خبر نمونید. مهران مدیری بعد از چند سال وقفه در سال 97 با سریال هیولا به مدیوم سریال سازی برگشت. دراکولا سریالی بود که با توجه به طراحی و موضوع متفاوتش کیفیت قابل قبولی داشت و با استقبال مخاطبا هم همراه شد. هرچند ایرادات قابل توجهی هم داشت، اما میشه دراکولا رو یه سریال موفق در میون سریال‌های طنز ایرانی توصیف کرد. محمد بحرانی، سیما تیرانداز، نیما شعبان نژاد و مهران مدیری که در فصل اول حضور داشتن، توی این فصل هم به ایفای نقش میپردازن و ویشگاه آسایش، بهنام تشکر، گلاره عباسی و اندیشه فولادوند هم به گروه اضافه شدن. اگه بخوایم کل فیلم و سریال رو تو یه جمله خلاصه کنیم، باید بگیم پولشویی در قالب مؤسسه خیریه و سایت‌های شرط‌بندی و قمار هدف دراکولاه. با توجه به این موضوع به جای دراکولا بهتر به این اثر بگیم هیولای دو، چرا که اگه فصل اول سریال هیولا رو تماشا نکرده باشید احتمالاً در درک رفتار شخصیت‌های اصلی به مشکل برمی‌خورید. درباره خلاصه داستان دراکولا باید گفت کامروا به دلیل نامشخصی از زندان آزاد شده و با مرگ همسر اولش که نقششو شیلا خداداد بازی میکرد، مجدداً با یه زن ثروتمند یا همون ژاله کبیری ازدواج کرده و با راه انداختن یه بنیاد خیریه به اسم تعاونی اعتبار بازرگانی یاران خیر، به اختصار تابیخ، زندگی تازه‌ای رو تشکیل داده. فرزندش هوشمند هم به خارج کشور رفته و یه بنگاه شرط‌بندی اینترنتی راه اندازی کرده. در فصل دوم قراره ببینیم که کامروا چطور به یه مفسد اقتصادی تبدیل شده و چطور به فعالیتش در پوشش خیریه ادامه میده و همین بهانه‌ایه برای سرک کشیدن به زندگی طبقه‌ای که هیچ وقت از نزدیک نمیتونیم ببینیم. و همه چی هم سوخته. بالاگرد میرم تو پک و پوز منبع صدا. اما بذارید آب پاکی روی دستتون بریزم. اگه با دیدن چند قسمت اول از سریال هیولا میشد تصمیم به دیدنش گرفت، پس با تماشای اولین قسمت دراکولا به راحتی میشه این سریال رو دنبال کرد. یه شایعه لوس و بی‌مزه. جالب، با برگزاری مهمونی با شکوه به بهانه تولد کامروا در عمارتی بزرگ و مجلل سعی در نمایش ثروت به دوستای خودش داره. مهمانی با حضور بی‌دلیل حیوانات عجیب و غریب و خدم و حشم زیاد نمایانگر سبک زندگی و دغدغه طبقه مرفعیه که حسادت و چشم و همچشمی از خصیصهای اصلی اوناست. زیاده روی در نشون دادن عظمت و شکوه زندگی کامروا مثل پرداخت شخصیت ها اغراق شده و اگزاجر است. از اپیزود اول سریال دراکولا انتظار موقعیت کمیک یا طنز خنده‌داری نمیشه داشت، البته فقط برای چند قسمت اول. این قسمت بجز در به رخ کشیدن میزانسن، طراحی لباس و دکور رسماً چیز خاصی برای عرضه نداره. سریال دراکولا بدون محتوایی ارزشمنده، اما با پرودکشنی عظیم و پرزرق و برق که به جای داستان بیشتر به علایق کارگردان پرداخته، اینو واسه تون جذابترش کرده. امارت بزرگ، خدم و حشم، شلوغکاری بیش از حد و خسته کننده تا حدودی، البته زنهای خاص با آرایش‌های غلیظ و دیالوگ‌های نخنما حول محور شوهر و چشم و همچشمی. اما از همه اینا که بگذریم، مثل همیشه این سریال طنز سرگرم کننده ای داره و اگه فقط میخواید که بخندید پس حتما از دستش ندید و ببینیدش. البته شاید انتخاب هوشمندانه ویشگاه آسایش و بازی قابل قبول سیما تیرانداز و محمد بحرانی رابطه بین اونها رو به طور کلی بهتر کنه با سریال و به کل اضافه شدن بازیگری جدید بتونه سریال رو کمی خنده‌دارتر از هیولا بکنه. و امیدوارم که هر چه زودتر کامیسلین در رگ‌های بیماران جریان پیدا کنه. بخشید عزیزانی.
خیلی خوب دوستان، این محتوا همینجا به پایان میرسه. راستی من هر روز با یه دونه محتوا در مورد اخبار داغ سینما و تلویزیون و معرفی بهترین فیلم‌ها و بازی‌ها این کانال رو آپدیت می‌کنم. پس اگه از این دسته از محتوا خوشتون میاد، لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رم بزنید و با جوادیکا همراه باشید.